July? اینه گوشتون خواهدن رو سایلند. سلام به همگی. اون چیزی که قطع میکنه یا بعد از 15 دقیقه البته من اینستاگرام نیستم بده کردم. آقا خاموش کرد. سلام به همگی. خوش اومدین. سلام. هی دوباره آنا اینجاست. هی آنا. هری. دوباره اومدیم لایف. موضوع لایومون هم هر دفعه مشخص نمی‌کنیم به علت اینی که سوالاتون رو دوست داریم. سوالاتون رو خیلی دوست داریم. یه بعضی حتی سوالایی که روی ویدیوی یوتیوبمون برامون می‌ذارین رو می‌خونیم و میگیم بیا اینو جواب بدیم یا اینو مثلا این ضروش حرفمون رو بزنیم ببینیم چی به چیه، چه شکلیه، چی من فکر می‌کنم، چی تورنج فکر می‌کنه. ویدیوی اخیر ما توی دارنج بگو داری چی کار میکنی چون این سرتو میاری پایین. دارم بلا را براش سارا میکنم. اینجا سارا خب آه های سارا خب دارم بلا را براش میکنم که ونگ ونگ نزنه. آره ونگ ونگ رو بگو. رو ویدیو اخیر ما که موضوعش حد و مرز بود توی یوتیوب این ویدیو یکی برامون نوشته بود که یکی عزیزی هم بهمون پیام داده بود جداگونه که نوشته بود که وقتی که شروع میکنی حد و مرز رو تعیین میکنی یه حد و مرزی واسه زندگی تعیین میکنی. درسته. مثلا من از این کار به بعد من از اینجا به بعد این کار رو انجام نمیدم یا از اینجا به بعد مثلا این باجو نمیدم. درسته. شروع میکنی حد و مرز میذاری. آدمایی که تا الان سود میبردن از حد و مرز نداشتن تو شروع میکنن، خب بادی رفتار دیگه دارن دیگه. حالا بعضیا ناراحت میشن، بعضیا قهر میکنن، بعضیا دعوا میکنن، بعضیا کم محلی میکنن دیگه، هر کسی یه واکنششو میده. آدما معمولا شروع میکنن انرژی که داره تغییر میده دست و پا میندازن میگن به قولی. و عزیزی هم گفته بود که خب این آدما ممکنه آدمای نزدیک به ما باشن، مثلا خانواده ما باشن. معمولا هستن، معمولا هم هستن آدمای نزدیک بهمون که همسرمونه، دوستمونه، دوست صمیمیه، چند سالمونه و نمیخوایم اینا رو از دست بدیم. فرهام عزیز، نمیخوایم اینو از دست بدیم. و اینو باید چیکار کنیم؟ اینجور مواقع باید چیکار کنیم که حد و مرزمون رو؟ من توی ارتباط خودم با آدمایی که برای من خیلی عزیز بودن و حتی عزیزان با من، وقتی این حد و مرزهای جدیدی معرفی کردیم اول برای همه خیلی سخت بود و خیلی بعضیا بهشون بر میخوره برای اینکه فکر میکنن که این یعنی تو منو دوست نداری. اما در طول وقت میبینیم که در مسیر میبینیم ارتباط ها بهتر میشن برای اینکه احترام بیشتری احترام و how do you say care یعنی بیشتر اهمیت میدی اهمیت میدی. یه اهمیت و یه احترام جدیدی ایجاد میشه بین اون دو فرد یا چند فرد. برای اینکه مثلا با غریبه ها یا با دوستامون شاید یه حد و مرزهایی داشته باشیم ولی معمولا با خانوادهمون نداریم و به خاطر همین دوچار خیلی چیزای خوب میشیم ولی دوچار خیلی چیزای بد هم میشیم. وقتی این حد و مرز رو میاریم اول برای همه یه کمی سخته و باید یادمون بیاد که این هنوز پشتش عشقه. به خاطر که دیفالت ما بدن ما و جوری که فرم مغزمون و جوری که روش کاندیشن شدیم، شرطی شدیم، فرمی که گرفته یه دیفالت داره. دیفالت یعنی که واکنش اولیه، اون پرایمری استیت، یعنی جایگاه اولیه ذهن. هممون یه دیفالتی داریم، یعنی تا یه اتفاقی میفته که از تعادل خارجه. تعادل حالا ممکنه چیزی که بهش عادت داریم، یه چیزی که واقعا تعادله. وقتی یه چیزی از تعادل خارجه یک دیفالتی داریم. دیفالت معمولا آدم ها اکثرا اینه، یا من خوب نیستم، یا کافی نیستم، یا دوست داشتنی نیستم، یا ارزشمند نیستم، یا این تو این چرخه ها تو اینا میچرخه.
معمولا وقتی که ماشه احساساتمون کشیده میشه، یه کسی یه حرفی میزنه، یه اتفاقی میفته، یکی از اینا رو باور داریم، یا این که مفید نیستیم باور داریم، ارزشمند نیستیم باور داریم. و کسی که شروع میکنه حد و مرز میذاره جلوی ما، یه ما حد و مرز بذاریم جلوی اون افرادی که دور برامونه، دیفالتی که اون آدمای دورمون واردش میشن اینه که اونا خوب نیستن دیگه، کافی نیستن دیگه، تو دوستشون نداری یا برات ارزشمند نیستن، داری دیوار میکشی، داری دفاع میکنی، پس یعنی که احساسی داری ازشون دور میشی. یکی از چیزایی که میتونه خیلی کمک کنه اینه که از اینو وربالایز کنیم، بگیم که من به خاطر ارزشمندی من و توه که دارم این حد و مرزو میذارم، من به خاطر احترامی که واسه خودم و خودت قائلم دارم این کارو انجام میدم. وقتی که آدما شروع میکنن ارتباطایی دارن که به کلام میارن که چه چیزی داره آزارشون میده و چرا احساس و پشتش مهمه که به زبان آورده بشه، کلیر میشه، شفاف میشه، ارتباطای ما شفاف میشه. به نظر من میتونیم چند تا مثال حد و مرزهایی که توی ارتباطای نزدیک، شاید خانوادگی یا با دوستات، که اگر بذاری اون حد و مرزا رو، اول به نظر سخت میاد ولی چیز مفیدیه. میتونی چند تا مثال بذاریم؟ یکیش به نظر من هست پرایوسی. بعضی موقع ما فهم میکنیم برای اینکه یک کسی بهمون نزدیکه میتونیم هر سوالی بپرسیم، توی هر چیزی دخالت کنیم، یا اجازه بدیم اونا هر سالی از ما بپرسن، درسته. و ما جواب باید باشیم. درسته. و وقتی میفهمیم که هر کسی، شاید مثلا من دوست تو باشم یا خواهر تو باشم یا دختر تو باشم یا خالت باشم یا هر چیزی، ولی مال همدیگر رو داریم، ولی مال هم از اون لحاظی که we owe each other، ما همدیگه بدهکاریم، نداریم این چیزا رو. حتی یه مادر بچهش مالش نیست، یعنی از اون اومده، ولی یک آدم کامله برای خودش، و ما باید احترام اون حد و مرز و respect privacy و احترام به اون خصوصی بودن اون زندگی اون فرد بذاریم. خب این یه مثالش گفتی. یه مثال دیگه اینه که ما بعضی موقع توقع داریم که آدمای نزدیکمون هر دفعه ما مشکل داریم به ما گوش بدن، و باید آدمای نزدیکمون برای ما باشن، ولی ما یه مسئولیتی داریم که اگر مشکل داریم توی زندگیمون، که هممون داریم، یه کسی غیر از آدمایی که توی خانوادهمون هستن رو داشته باشیم برای مشورت کردن. شاید یه کانسلر، یه مشاوره داشته باشیم، یه گروهی داشته باشیم، و همش روی یک نفر وزنمون رو نذاریم که هر دفعه ناراحتیم زنگ بزنیم خودمون رو خالی کنیم. بعضی موقع باید زنگ بزنیم بگیم که ببخشید، تو الان میتونی دریافت کنی که من مشکل دارم، امروز وقت داری، انرژیت کجاست، میتونی دریافت کنی؟ برای اینکه بعضی موقع نمیتونیم دریافت کنیم. یه چیز دیگه هم هست که من حالا تو هایلایت هم خیلی در موردش به فرمای مختلف صحبت کردم، همه چیز توی دنیا انرژیه، انرژی سبکه یا سنگینه. حالا ما به خاطر زندگی و محدودیت کلام میگیم خوب، بعضش زیبا، این اون، همه سبک سنگینه، یا جاریه یا مقاومت توشه، سنگینه یا مقاومتی توشه. و این انرژیه یک رقصه، یک رفت آمده، یک آمد و شده، و ما باید به رقصی که خودمون انجام میدیم توی وجودمون احساسی نگاه کنیم که با چه باورهای چه احساسی نسبت به خودمون داریم، چون همون رو هم در دنیای خارج از خودمون، توی کارمون، تو آدما، با دوستا، پارتنر، اینا، اون رقص رو انجام میدیم. دستمون رو اینجوری اگه میگیریم، اون فرد میاد همون جوری دستش رو میگیره و اون رقص رو با تو انجام میده، اون آمد و شد، اون تبادل انرژی رو با ما انجام میده. و معمولا اگر یک فرد مهرطلب هستیم ما، مهرطلب یعنی که آدم ها رو دوست داریم همش راضی کنیم،
که مهرشون رو به دست بیاریم. اگه یادم پیپل پلیزر میشه مهر طلب، اگه آدم پیپل پلیزری هستیم که آدم ها رو میخواییم راضی کنیم و مهر طلب هستیم، معمولا رقصمون هم اینه که اونا میتونن این رقص رو اگه توی وجودون داریم معمولا حد و مرز رو تشکیل نمیدیم و اونا سوء استفاده میکنن و تا شروع میکنیم رو یه ذره میذاریم اونا واکنششون که دیگه تو ما رو دوست داری، تو با ما یه عکس دیگه داری میکنی تو. و چون ما دیفالتمون اون چیز اولیه‌مون اینه که میترسیم که چون مهر طلب هستیم میترسیم که اینا رو دست بدیم یا اینا فکر کنن ما خوب نیستیم یا همین چیزای اولیه دیفالت اول روی صد بیاد، دوباره برمیگردیم به اون فرد مهر طلب میشیم. فقط باید آگاه بشیم به اون لحظه که نه، من میخوام این حد و مرز رو بذارم، من نمیخوام یه آدم پیپل پلیزر باشم، من آگاه هستم که خودم برای خودم میتونم این عشق و این محبت و این شفقت و این چیزی که از یه آدم دیگه میخوام و میتونم به خودم بدم که از افراد دیگه بکنمش، که فقط ارتباط سالم بتونم ایجاد کنم. لازم میگه نیسنس پارم زنیم؟ کاملا. اوکی. کاملا. چند تا سال میتونیم جواب بدیم؟ آره چند تا سال جواب بدیم. این لایومون خیلی قرار نیست طولانی بشه. لایف سیو هم میشه؟ حتما. یکی نوشته راجب اینی که بین یه عادتی که هی میری و میای، این یه عادتی که هی میره میه، مثلا یه ذره ترکش میکنی دوباره برمیگردی بهش، یه اعتیادی بهش پیدا میکنی دوباره برمیگردی بهش، چالا یه هم توی همچه سایکلی تو همچه چرخه گیر کردی که در موردش حرف بزنی. من گیر کردم میتونم در موردش حرف بزنم. چرخه اعتیاد به یک چیزی، من سالها با مشکل ورکهولیک یعنی اعتیاد شدید به کار داشتم، خیلی وحشتناک بود و اعتیاده به خاطر اینی که اون دوپامینی که توی بدن ترشح میشه، دوپامین توی بدن ترشح میشه، با اون دوپامین عادت میکنی و دوپامین بیشتر میطلبه. این چیز علمیش اگه بدونی سیستم بدن داره چی رو کار میکنه، اون موقع مثل یه ماشینه که میدونی اینجاش انجینه، اینجاش بنزینه، اینجاش اویل روغن میزنه، خب من باش میتونم راش بندازم ماشینم رو را بندازم. با سیستم بدن رو بشناسی. اعتیاد از دوپامین میاد، دوپامین بیشتر میطلبه. همینجور که هی اون کار رو، حالا اون چیزی که بهش اعتیاد داری یا اون چیزی که استفاده میکنی یا اون چیزی که یه چیز دنیای خارجی مثل کار برای من، دوپامین بیشتر میطلبه و هی تو دوزشو بالا و بالاتر میبری. نورونای مغز واسه اینکه خودشون رو مراقبت کنن این دوپامین رو دیگه بیش از حد دریافت نکنن، چون میمیرن اینو استاپ میکنن و تو دوپامین تو بیشتر میبری. از کار کردن نورونا استاپ میشن و تو دوپامین بیشتر میطلبی که اون نورونا رو راه بندازی توی بدنه و به این نقطه بیهسی میرسی، به این نقطه نامنس میرسی که دیگه رو تاثیر نمیذاره ولی چون عادت داری بهش میخوای انجام بدی. پشت همه اینا یک احساسی هست. تو دنبال یک نوع ایموشن و احساس و فیلینگ هستی. برای حالا میتونه اپرووال باشه، تاییدیه یک نفر باشه، تاییدیه خودت نسبت به بدن و ذهن خودت باشه، یه ایمیج، یه تصویر ایدئال داری، ایدئال داری که میخوای تاییدیه اونو بگیری، وابسته بهش میشی، وابسته به اون تصویر میشی، فکر میکنی با این اعتیاد میتونی یک ارزشمندی رو به خودت برگردونی، یه دوست داشتنی رو به خودت برگردونی. اعتیاد، حتی اعتیاد موادی، اینی که ذهن رو، اون سلف تاک، اون چیزی که تو سرت همش داره حرف میزنه، اون رو میخوای آروم کنی. اعتیاد موادی میخوای اون رو آروم کنی چون همش داره بهت میگه تو خوب نیستی، تو بدی، داره سرزنشت میکنه، داره داغونت میکنه. اگه سلف تاک خوب داشته باشی، اون صدای درونت، یک صدای مسرت بخش و شفق، پر از شفقت و صدایی که منبع هست، اگه اون صدا باشه هیچ وقت نمیخوای با هیچ موادی ساکتش کنی، خفش کنی که اعتیاد به دست بیاد، که دوپامین بیشتر بخوای. ولی اون صدا وقتی یه صدای سرزنشگری هست، با یک چیزی اعتیاد پیدا میکنی که دوپامین انرژیت بره بالا و خودتو سرگرم کنی با اون و بالاخره از اون تاییدیه، اون ارزشمندی و هر چی که حالا قصد آدم هست رو به دست بیاری. این لوپیه، این سایکلیه، این چرخهیه که ما که اعتیاد پیدا میکنیم یه چیزی توش گیر میکنیم. برای کسی که اعتیاد به یه چیزی داره باید خیلی عمیق، اگه روانشناس داشته باشه خب خیلی بهتر، برگرده به اون احساسش.
What am I looking for? دنبال چه ایموشنی هستم؟ دنبال تاییدیه چه صدایی هستم؟ چه احساسش چی هست؟ و اون رو بتونی شروع کنی. حالا با هزاران نوع تمرین داریم، تمرین نوشتاری داریم، تمرین مدیتیشن داریم، گایدد مدیتیشن داریم، پیش روانشناس رفتن داریم، با ورزش کردن، هزاران نوع هست که بتونی اون احساس رو در خودت شروع کنی، ایجاد کنی و چرخش رو راه بندازی، از کم رنگ بودن به پر رنگ بودن تبدیلش کنی. معمولا وقتی دنبال یه حسی هستیم به جای اینکه فکر کنیم باید ایجادش کنیم این حسو، در اصل این فقط یک تمرکزه. آره، در ما هست. هست دوره دوره توی محیطمون هست، درونمون هست، فقط باید پیداش کنی و هی نگاش کنی و بذاری اون حس تو فراوان بشه. مدیتیشن شفقت رو در ما بیشتر میکنه 100%. من توی پکیج کودک درون مدیتیشن شفقت رو دارم. اینی که تورنج گفت خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه دلیلی که من یا هر کس دیگه با اعتیادش دنبال یک نوع احساس میره و کم رنگ بودنش رو حس میکنه، اینی که دلیل یک روزی پررنگ بودنش رو داشته، بوده تو وجودش، میدونسته حسش چیه، برای همین دنبالش میره. پررنگ بودن چیو؟ نفهمیدم. وقتی که تو به یه چیزی اعتیاد میکنی، اعتیاد میکنی دنبال یک احساسی هستی، درسته؟ میبی کامفورت. من مثلا پرخوری داشتم، خب کامفورت میخواستی، دنباله کامفورت به فارسی چی میشه؟ راحتی. آره. یه روزی راحتی کامل رو داشتی که دنبالش الان میگردی دیگه. آره. یه روزی بچه بودی، کودک بودی، راحتی رو توی سیستم بدنت از منبع و سورسی که ازش ایجاد شدی، کاملن. راحتی رو بهت کامل کلهمش به طور 100% کاملش رو بهت داده بوده، نشون داده بوده. Your system بدنت میدونه، میشناستش. برای همینه که الان که کم رنگ شده داره درخواستش میکنه. و تو دنیای خارج از خودت به وسیله اشیا، به وسیله اتفاقایی که داره دنبال میاد، به وسیله اون دوپامینی که هی داری تو بدن ترشح میکنی، باید جابجاش کنی با سروتونین. بدن شما سروتونین نیاز داره، دوپامینی که دوپامین اعتیاد ایجاد میکنه. دوپامین رو میخوایم، ما ورزش میکنیم، بذار چه دوپامین سر جاشه، ولی به سروتونین باید بیشتر استیبل کنی بدنتون رو. که ما این حالا توی ورکشاپ شناخت من برتر این رو به طور کامل یاد میدیم و عزیزایی که تو این ورکشاپ به ما میپیوندن که فرق این دوپامین سروتونین چیه، بدن شما چه چیزی رو نیاز داره، چه کارایی میشه کرد و اینا. میتونیم بگیم که کلاس اگر کسی بخواد ببینه. دوباره هم استوریش میکنیم. ما May 20th and 21st 20 و 21 برای بچه های بیرون از ایران، خارج از ایران، زوم داریم. زوم داریم شناخت من برتر، چون عزیزایی که توی اولین بودن خیلی یعنی به ما اونجا گفتن که بازم میذارین نمیذارین چجوریه. یک سال دیگه هم جواب بدیم و بعدش رفع زحمت کنیم. اینم خیلی من نمیدونم میخوام در مورد این صحبت کنیم یا نه، در مورد شک، دات another day چون خیلی موضوع خوبیه. شک خیلی موضوع بزرگی که در موردش صحبت کنیم، چون همش برمیگرده به ثبات درونی خودمون که شک و چجوری بتونیم استیبلش کنیم. فکر کنم سوالو نوشت قبلا جواب داده که یه کسی پرخوری عصبی داره، وقتی که عصبانی و به هم ریخته است زیاد غذا میخوره. خب ویدیو یوتیوب کامل در مورد این داریم، اگه ندیدین حتما باید ببینین. آره، وقتی ما پرخوری میکنیم اول یه شتابی، خیانت به خوده، یه شتابی هست مثلا، یه شتابی یا یه استرابی هست و داره میگیم انرژیش اینجوریه. وقتی ما میخوریم میتونیم اون انرژی رو یا سیگار میکشیم یا الکل میخوریم یا پرخوری میکنیم، میتونیم یه کمی یواش کنیم خودمونه. ما وقتی توی استرس هستیم، توی استراب هستیم، تو برین ویو های بیتا هستیم، یعنی میگن بهش های بیتا. و وقتی توی مدیتیشن هستیم توی الفا هستیم. بعضی موقع ها آدمایی که میرن طرف الکل یا سیگار یا غذا پرخوری، میخوان فقط خودشون رو یواش کنن، بیارن پایین. و به جاش میتونیم breath work یاد بگیریم، تکنیک های نفسگیری یاد بگیریم، میتونیم مدیتیشن بکنیم، همون نتیجه رو بهمون میده. ولی
چیز مضری پشتش نیست. وقتی ما سیگار میکشیم، الکل میخوریم، پرخوری میکنیم، یه چیز مضر هم پشتشه و تازه به اونجا نمیرسیم. هی این یه سایکل داره، هی بر میگرده. برای دیگه شکمتون خالی میشه، دوباره میرین دنبالش، دوباره استراب میاد، هی دوباره میرین، بعدش استراب میگیری برای پرخوری کردن. یه کسی نوشته سروتونین رو با دارو باید ببریم، حالا با مدیتیشنه که سروتونین رو میتونید ببرید بالا، با مدیتیشنه، با سکون و سکوته که میتونید سروتونین توی بدنتون زیاد کنید. چند تا راهای بردن میتونین توی طبیعت هم را برین، اینم کمک میکنه، مدیتیشن کمک میکنه، خورشید نگری کمک میکنه. خب بعضیا directly نه directly که نه، ولی خورشید نگری تو چشاتون رو میتونین ببندین که از پشت چشاتون تون به خورشید نگاه کنین. خورشید نگری اصلا یکی از چیزایی، حالا باید بعداً در موردش صحبت کنیم، که خیلی هر روزه انجام میدن و اصلا هیلینگ خیلی شفای بسیار بالایی داره خورشید نگری. حالا چه سانستش چه سانرایز، سانرایزش بهتره، خورشید که طلوع بهتره از غروبه، ولی با این حال یکی از چیزایی که سروتونین رو بدن رو خیلی میبره بالا. دلیلی که دلیل هستش هم اینه که دیوار دفاعی شما میفته و قلب شما باز میشه برای دریافت. اون این حس بلس میشه، حس خوشبختی یا حس یگانگی، یک پارچگی، حس اینی که این چیزی که جلوی منه با این عظمتش، من ازش زاده شدم، من قسمتی ازش هستم. این توی بدن باعث میشه که سروتونین توی بدن شما ترشح شه و به جایی که هی عادت کنیم به دوپامین بیشتر و دوپامین بیشتر، سروتونین رو توی بدنتون استابلایز کنیم. یه جواب دیگه هم بدیم؟ آره، سوال دیگه هم جواب بدیم. این سال خوبه. یه عزیزی نوشته که برای که توی جمع بتونیم سختمون رو صحبت کنیم، توی جمع صحبت کنیم، چه حسی رو باید قبلش روش تمرین کنیم؟ حس اینه که همه اشتباه میکنن. همه پر از اشتباه و درد و غم و همه چیز هست. حالا این دوبار اشتباه هم کردی یه جمله. شوخی میکنم، بگو. خیلی فکر کنم این مشکل رو دارم، فکر کنم منم تا یه حدی اینو تجربه کردم و چند تا there's a few moving parts. How do you say that? There's a few moving parts. یه سری چیزا اجزا کنار هم میاد که این رو درستش کنه و بگو. این مشکل وقتی ایجاد میاد چند تا چیزه که با هم دیگه داره کار میکنه. اول این چیزی که میخوام بگم که من همیشه میدونم که بدنم، طرزی که نفس میکشم، طرزی که پاشر بدنم رو نگه میدارم، خیلی نفوذ داره روی چنو کمیستری توی بدنم، چنو بیوشیمیایی بدنم. وقتی ما کورتیزالمون بالاه، استرسمون بالاه، معمولا توی مهمونی برامون یه کمی سخت تره. یه کاری که یه تمرینی که میتونین بکنین اینی که قبل از اینکه برین توی هر یه مصاحبه یا یه مهمونی یا هر اتاقی که براتون فکر میکنین که یه کمی کانفیدنس نیاز دارین، اعتماد به نفس، میتونین برای 2 دقیقه میتونین برین تو دستشویی یا تو ماشینتون، بهتره که وایستین، دستاتون رو بذارین روی کمرتون، به این میگن سوپرمن پوز، سوپرمن پوز، و این کورتیزال برای 2 دقیقه این کورتیزال بدن رو میاره پایین و تستوسترون رو میبره بالا و حداقل بذاریم کمیستری بدنمون هم همراه ما باشه، اونم ضد ما نباشه. اگر فکرامون یه کمی به خودمون شک میکنیم یا ترس داریم، حداقل این کمک رو ما بگیریم و یه یعنی از درک بدن استفاده میکنیم، از درک بدن، چون بدن درک خودش رو داره، درک بدن استفاده میکنیم که اون بیوشیمیایی بدن رو عوضش کنیم که ذهن، فکر، باور هم کنارش شروع کنه، یک نورانای جدید، یک باور، یک تجربه جدید در ما ایجاد کنه. من آنوشا بازیگریم و میدونیم که اگر نفسمون رو عوض کنیم، بدنمون رو عوض کنیم، فکرهای مختلفی میاد. اگر ما اینجوری وایستیم، اینجوری نفس بکشیم، یه فکرهای دیگه میاد. اگر اینجوری وایستیم از پایین هم دیگه
نگاه کنید یه فکرای دیگه میاد. همیشه بدونین هوش بدن رو، بدونین هوش طرز نفس کشیدن و طرز وایستادن رو، بدونین که این هم خیلی نفوذ بزرگی داره. یکی دیگه شم اینه، لم بدین دستتون اینجا بزنین پشت سرتون. واقعا چون میدین چرا؟ چون قفسه سینه رو باز میکنه و توی طبیعت، توی دنیایی که ما زندگی میکنیم، وقتی که میخوایم نشون بدیم که اعتماد به نفس داریم و توی بدن رو ستل کردیم، حتی حیوانا بدنشون رو باز میکنن. اینا درک بدنه که بدن شروع میکنه بیوشیمیایی جدید ریلیس میکنه، هورمونای جدید ریلیس میکنه و تو از طریق اوناست که ما داریم تجربه میکنیم. از طریق دوپامین شما یه تجربه میکنی، سروتونین یه تجربه میکنی، کورتیزول بدن باشه یه تجربه میکنی، استرست بالا باشه یه تجربه میکنی، اکسیژن، سطح اکسیژن بدن بالا باشه یه تجربه دیگه میکنی. اینا همش تولزه، یعنی ابزاره، ما میتونیم ازشون استفاده کنیم، از اینا استفاده کنیم، اون تجربه‌ای که میخوایم برای خودمون ایجاد کنیم. یه چیز دیگه که کمک میکنه اینه که کتاب‌های آدم‌های خیلی موفق رو بخونیم و داستانشون رو ببینیم که هممون از یه جایی شروع کردیم که میتونیم بگیم که محدود بود اون شروع و الان به یه جای به موفقیت‌های خودمون میرسیم و همه این مرحله رو دارن. و وقتی یاد میگیری که همه توی پروسه شکست و باختن و موفقیت میدن، دیگه اونقدر به خودت شک نداری و میتونی بری وارد بشی توی اتاقی و بدونی که همه رنگا رو دارن، همه حسا رو کردن، همه حسا رو میکنن و ما نمیتونیم هیچ کسی رو قضاوت کنیم و خودمونم قضاوت نکنیم. اوکی، امیزینگ. اوکی، ما خیلی لایو نمیتونیم بریم، یعنی بمونیم، باید برگردیم سر کارمون. کامنت بذارید واسمون، سوال بیشتر بپرسید. ویدیوی یوتیوبمون هست توی جوی کالچر، نگاه کنید، برامون بنویسید. توی خود اینستاگراممون هست جوی کالچر ورلد، اینجا زیر این ویدیو بعد از اینکه نگاه کردین تگ میشه، میتونید فالو کنید و کامیونیتی ما رو ساپورت کنید که جمعیتمون بیشتر و بیشتر بشه. حتما دوباره با لایو برمیگردیم با موضوعای دیگه و مرسی از شما. خدا حافظ. خدا نگهدار.